الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من أندقان عزيز وأرجمنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در جلسه گذشته با نام الله که رب بود امروز میپردازیم به یکی دیگر از نامه ها و صفات والای الله متعال که بیشتر از هر نامی دیگر به این نام نیازمند هستیم یعنی صفت رحمت الله متعال و نامه های الله متعال که دلالت بر صفت رحمت می کند الرحمن و الرحیم الله متعال رحمان و رحیم هست یکی دیگر از نامه های الله متعال رحمان و دیگری رحیم هست که دلالت بر صفت رحمت الله متعال میکن این دوتا نام هم در قرآن آمدند و, و هم در سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المطالم فرمات كي وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْرَحْمَنُ الرَّحِيمُ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم همان ابتدائي كلام الله مجيد یکی از بزرگترین نامه های الله متعال همان گونه که قبلا ارز کردم جزو سه نام برتر الله متعال الرحمن هست الله الرب و سومی الرحمن و الرحمن هم نام اختصاصی الله متعال هست چه با الف و لام باشد چی بدون الف باشد یعنی الرحمن یا رحمان جایز نیست که کسی دیگر غیر از الله را ما الرحمن یا رحمان صدا بزنیم جزء نامه های ویژه الله متعال هستند. الان این نام الرحمن و الرحیم به ما چی میرسانند؟ چه بعدی از صفات الله متعال را برای ما معرفی می کنند؟ چه بخشی از انعامه های الله متعال را برای ما بازگو می کنند؟ با دانستن معنی الرحمن و الرحیم در چه بعدی و در چه زمینه ما شناخت پیدا می کنیم و معرفت پیدا می کنیم نسبت به پروردگارمان؟ این نام این الرحمن و الرحیم از صفت رحمت گرفته شده یعنی گویای رحمت هستند همراه با مبالغه هم الرحمن فعلان و هم الرحیم که بر وزن فعیل هست دلالت بر مبالغه در صفت رحمت می کند رحمت در لغت به معنی رقت به معنی نرمدلی به معنی شفقت دلسوزی مهرورزی رعفت این معنی لغوی رحمت هست الرحمن و الرحیم در قرآن کریم با هم هم اومدند یک جا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم وإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ در کنار همزك شدند و به صورت انفرادی و جداگانه شدند الرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ در سوره احزاب الله متعال مي که وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا هم به اقتراني اقترانی آمدند یعنی يعني اسم در کنار هم آمدند رحمان الرحيم. هم به صورت جداگانه و مجزای از هم هم الله متعال اینها رو ذکر کرده الله متعال نه تنها که الرحمن هست و الرحیم هست بلکه ارحم الراحیمین هست یعنی در صفت رحمت هیچ موجودی که به جای خود بلکه تمام موجوداتی که یک سهمی از رحمت دارند سهمی از رقت و شفقت دارند یک سهمی از مهر و مودت و رفعت دارند همه که یک جا باشند باز هم به الله مطال نمیرسند الله مطال رحمان هست رحیم هست با مبالغه رحمت یعنی صفت رحمت برای الله متعال همراه با مبالغه هست الله متعال ارحم الراحمین هست ذو رحمت الواسعه هست الله متعال گسترده مهر هست مهربان بیحد و مرز هست رحمت الله متعال ساحل و کرانه ندارد تمام نعمت هایی که ما داریم به ما رسیده و تمام نقمت ها و مصائبی که از ما دور شده تمام اینها نشانه رحمت الله متعال هست الرحمن الرحیم الله بسیار و بسیار گسترده مهر مهربان و مهرورز هست الله متعال منتها این دو تا کلمه و دو تا نام الرحمن و الرحیم یک سری تفاوت جزئی با هم دیگر دارند الرحمن که بر وزن فعلان هست این دلالت بر سعت و وسعت و شمول رحمت الله متعال میکنه یعنی این که رحمت الله متعال شامل همه موجودات هست شامل انس و جن، شامل مؤمن و کافر، شامل دوست و دشمن همه و همه صفت الرحمن، نام الرحمن و صفت رحمتی که در الرحمن هست بسیار گسترده است. صفت الرحمه هست که در نام الرحیم هست یعنی این که الرحمن شامل دنیا و آخرت شامل مؤمن و کافر دوست و دشمن انسان و جن و تمام موجودات دیگر الله متعال هست اما صفت الرحیم مخصوص مؤمنان هست و کان بالمؤمنین رحیما الله متعال نسبت به مؤمنان رحیم هست یعنی یک نوع رحمت خاصی هست و در آخرت الله متعال نسبت به مؤمنان رحیم هست با تعبیر دیگر الرحمن از نظر لفظش خاص هست اما از نظر اثرش عام هست از نظر لفظ خاصه قبلا عرض کردم که نام اختصاصی الله متعال هست هیچ انسانی رو نباید رحمان یا حتی رحمان بدون الف و لام نامگذاری بکنیم جایز نیست الله مطال در قرآن فقط خودش را رحمان نامیده کسی دیگر رو رحمان نامیده. پس بنابراین از نظر نام و از نظر لفظ خاص هست خاص پروردگار هست اما از نظر محتوا و اثر عام هست هم برای مؤمن هم برای کافر هم در دنیا و هم در آخرت هم برای انسان ها و هم برای جنها. اما رحیم از نظر لفظ عامه یعنی هم بر الله اطلاق می شود و هم بر غیر الله الله متعال در قرآن کریم رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم رحيم نامیده لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم پیغمبرش هم گفته رحم همان گونه که الله رؤوف رحيم رحیم هست پیغمبرش هم رؤوف رحيم رحیم یعنی این که لفظ رحیم خاص نیست عام، هم بر الله اطلاق می شود و هم بر رسول الله ما هم می تونیم یک کسی رو رحیم صدا بزنیم هیچ گونه اشکالی ندارن اما محتوایش و اثرش خاص است صرفا برای مؤمنان و کان بالمؤمنین رحیم رحیم وقتی ما می بیم یعنی رحمت خاصه الله متعال برای مؤمنان رحمان وقتی که ما میگیم یعنی رحمت عمومی الله متعال که شامل دنیا و آخرت و مؤمن و کافر و همه میشود رحمت الله متعال فراتر از آن چیزی هست که منو و شما تصور میکنیم یعنی مهر و محبتی رو که الله دارد شفقتی رو که الله متعال نسبت به من و شما دارد رعفتی رو که نسبت به من و شما دارد خیلی و خیلی بیشتر از اون چیزی هست که من و شما تصور میکنیم همان گونه که عرش الله متعال تمام مخلوقات رو در بر گرفته عرش یعنی سقف مخلوقات هست تمام دنیا و آخرت و تمام موجودات ها و زمین در دایره عرش الهی هستند یعنی عرش سقف تمام مخلوقات هست فراتر از عرش و بالاتر از عرش مخلوقی وجود ندارد به همان گونه که عرش الله متعال سقف مخلوقات هست تمام مخلوقات را در داخل خودش جا داده رحمت الله متعال هم شامل تمام مخلوقات الله متعال هست الله متعال إن رحمتي غلبت غزبي رحمة الله متعال برغزب الله متعال غالب حس هست حس حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمات لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش زمانی که الله مطال مخلوقات را موجودات را آفرید یک کتابی نوشت یک مطلبی را الله مطال نوشت بر روی یک لوحی و این لوح نزد پروردگار هست بر بالای عرش همین را نوشت که این رحمتی غلبت غذبی رحمت من بر غذب من سبقت گرفت والله الله مطال می الرحمن علی العرش استوا ببین چه لطافتی رو داره الله متعال در یک لوح نوشته این رحمتی غلبت غذبی این کتاب کجا هست؟ این لوح در کجا هست؟ هو عنده فوق العرش بالای عرش هست و الله مطال می فرمد که الرحمن علی العرش استوا. یعنی همان گونه که الله متعال بر عرش مستوی هست و عرش الله متعال بر تمام مخلوقات احاطه دارد تمام مخلوقات در داخل عرش هستند رحمت الله متعال هم بالای عرش هست یعنی وسعتی به وسعت عرش الله متعال دارد و رحمتی وسعت کل شیء در سوره اعراف الله متعال میفرماید که رحمت من بر همه چیز گسترده هست همان گونه که عرش سقف مخلوقات هست گستردگیش به اندازی هست که تمام مخلوقات رو در بر گرفته رحمت الله متعال هم همه رو در بر گرفته الله متعال این رحمتی رو که دارد بسیار زیبا هست همین جمله الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم اینو تصور بکنیم الله مطال می که الحمد لله تمام حمد و ستایش مخصوص الله هست الله کی هست؟ رب العالمین هست الله و رب العالمین الرحمن الرحیم این صفات چینششون و کنار هم گذاشتنشون بسیار زیبا هست الله یعنی چی؟ یعنی معبود الله یعنی معبود یعنی این که ما انسانها الله را عبادت میکنیم عبادت از جانب ما انسانها به طرف الله متعال می رود. ما عابد هستیم الله متعال معبود ما هست یعنی عبادت را ما انجام می دهیم سرچشمه از ما هست به الله متعال می رسد الحمد لله این معنی الله هست معنی لفظ جلاله الله رب العالمین آن کسی که رب العالمین هست رب العالمین یعنی چی؟ یعنی مدبر یعنی مربی یعنی خالق یعنی رازق یعنی زنده کننده این صفات و این ویژگی ها از الله به بندگان میرسد دقت کردید عبادت که مفهوم الله هست از انسان به سوی الله بالا میرود و ربوبیت که مخصوص الله هست از الله به سوی انسانها سرازیر می شود الحمد لله الله رب العالمین که ربوبیت از جانب الله به انسانها میرسد خالق هست، رازق هست، مالک هست، زنده کننده هست، محیی هست، ممید هست و بقیه صفات ربوبیت خب رابطه بین الله و انسان چی هست؟ عبودیت از انسان به الله میرسد ربوبیت از الله به انسان میرسد رابطه عبد و رب رابطه عابد و معبود چی هست الرحمن الرحیم بر اساس رحمت هست الرحمن الرحیم یعنی تمام چیزی که از جانب الله متعال به ما میرسد و تمام چیزهایی که از توسط الله متعال و صفت رب به ما میرسد یا از ما دریغ داشته میشود بلاها و مصیبت که از ما دور میشود حتی بلا و مصیبتی هم که به ما میرسد بر اساس رحمت و رعفت الله متعال است شاید این حرف گفتنش برای بعضی سنگین باشد حتی بیماری و مصیبت گرچه از یک جنبه برای ما ضرر و زیان هست اما از جنبه دیگر که فواید بسیار زیاد معنوی دارد باز هم نشانه لطف و رحمت الله مطال نسبت به ما هست در یکی از غزوه ها انگونه که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده یک اسیرایی رو گرفته بودند در میان اسیرها یک زنی بود که بچه خودش رو گم کرده بود سراسیمه این طرف و اون طرف دنبال بچه خودش میگشت نهایتا بچهش رو یک گوشی از این میدان پیدا کرد و با مهر مادری و با اون اطوفت و با اشک و گریه و زاری بچهش را در بغل گرفت و به سینه خودش چسباند رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوژه رو غنیمت شمردند و به اصحابشون گفتند که اترون هذه المرأه طارحه ولدها في النار به نظر شما این مادر در این وضعیت با این مهر و محبتی که دارد بچهش رو حاضر است که در آتش میاندازد گفتند که نه طبیعی هست هیچ مادری مهر مادری اجازه نمیدهد که فرزندش رو در آتش بیندازد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که لله ارحم بعباده من هذه ها الله مطال از این مادر نسبت به فرزندش الله مطال نسبت به بندگانش مهربان تر هست و جالب این است که در روایتی اومده که در همین روایت که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که الله متعال این رحمت عظیمی را که دارد وقتی که ما میخواییم رحمت الله متعال را مقایسه بکنیم در روایتی هست که ان الله خلق معت رحمه الله متعال صد بخش رحمت آفریده یک رحمتی را یعنی یک صدومش را الله متعال تقسیم کرده در میان تمام موجودات عاقل و غیر زویل اقول انسانها و حیوانات دیگر این که ما میبینیم یک مادری چه از انسان باشه یا حیواناتی باشن نسبت به فرزندش مهر می کند و حتی یک گوسفندی یا حیوانی پایش را به خاطر دلسوزی و مهر و محبتی که با فرزندش دارد بلند میکند که پای دست و به فرزندش نخورد این فقط همان یک درصد رحمت هست و الله متعال و اخر الله تسعا و تسعین رحمتا یرحم عباده یوم القیامه 99 درصدش رو الله متعال به تأخیر انداخته اختصاص داده به آخرت برای اینکه فرزندانش برای اینکه الله متعال بندگانش را مورد رحمت قرار بدهد و کان بالمؤمنین رحیما این همه رحمتی که ما در دنیا شاهد هستیم در آخرت 99 درصد دیگرش را ما خواهیم دید و کان بالمؤمنین رحیما خب وقتی که این رحمت را ما دیدیم الله متعالی که رحمان هست و رحیم هست این چه اثری در ما دارد نس... اثرش این هست که باعث می شود که ما الله متعال را دوست داشته باشیم اللهی که این همه رحمت دارد این همه شفقت و مهر و رحمت دارد نسبت به ما ما باید الله متعال را دوست داشته باشیم و اسباب رحمت را و اسباب این را که مورد رحمت الله متعال قرار بگیریم این اسباب را باید در زندگی خودمان باید پیاده بکنیم الراحمون یرحمهم رحمان کسانی که بر دیگران رحم میکنند الله متعال آنها را مورد رحمت قرار میدهد پس بنابراین اگر میخواهید که مورد رحمت الله متعال قرار بگیرید باید پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم باید بر دیگران بر زیر دسته های خودمان و بر فرزندان زن و فرزند خودمان بر دوست و آشنای خودمان مهربان باشیم تا اینکه مورد لطف و مهر الله متعال هم قرار بگیریم تا برنامه دیگر و نامی